نیلوفر، 5 سال میگذره که آلمان از برجام خارج شده، اما اروپایی ها سعی کرده بودن در این 5 سال با تمام بالا و پایین ها برجام رو نقض نکنن. اینکه الان این تصمیم رو گرفتن نکته قابل توجهیه. بله، البته آمریکا و نه آلمان. آمریکا بازخواهی میکنه. بله، بعد از خروج آمریکا، اتحادیه اروپا تمام تلاشش رو تو این سالها دقیقاً کرده تا برجام رو نگه داره، تا اونجا که حتی نه تحریمی علیه ایران وضع کرده، تحریمی که البته مغایر برجام باشه، و برای بازنگه داشتن در گفتگوها حتی تا همین 8-9 ماه قبل تحریم‌های حقوق بشریش رو هم اضافه نمی‌کرد، برای اینکه یک موقع ایران از گفتگوهای احیای برجام خارج نشه. ولی الان می‌بینیم که این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده، بنابراین به نظر میرسه تنها راه باقی مونده برای اتحادیه اروپا و 3 کشور عضو برجام هم همینه که یک قدم پا رو فراتر ببرن. این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم دقیقا اولین بخش از بندهای غروب برجام یا همون سانسته که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد. حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، صحبت‌های مشابهی رو از مثلا رئیس جمهوری فرانسه هم می‌شنیدیم که در مورد نگرانی‌هاش برای سال 2023 زمانی که این تحریم‌ها به سر میان ارائه می‌کرد و می‌گفت باید برای این زمان فکری کرد. حالا فکری برای این زمان که نشده هیچ، خود برجام هم دیگه چیزی ازش باقی نمونده. می‌بینیم که می‌دونیم که ایران بیش از 60% داره غنی سازی انجام میده، در حالی که طبق برجام مجاز به غنی‌سازی 60% نبوده. بنابراین ایران برجام رو رعایت نمی‌کنه. آمریکا از برجام خارج شده و کشورهای اروپایی هم می‌بینن که حالا این تحریم‌ها رو اگر نگه دارن بهتره. این بخش از برجام در واقع بخشیه که ازش به عنوان روز انتقال یا ترانزیشن دی نام می‌بردن، یعنی 4 تا تاریخ اصلی اگر برجام داره، این 4مین تاریخش بوده که حالا به سر رسیده، زمانش فرا میرسه و کشورهای اروپایی گفته میشه اعلام کردن به ایران که قراره این تحریم‌ها رو حفظ بکنن و لغوش نخواهند کرد. گفته شده اونطور که رویترز چند روز پیش در گزارش مشابهی خبر داده بود، این موضوع از طریق انریکه مورا حدوداً 10 روز پیش در دوحه به علی باقری کنی به اطلاعش رسیده شده. رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی این موضوع رو مطرح میکنه، هرچند که دیپلمات‌های اروپایی در مورد این که به ایران گفتن و واکنش ایران بوده چی بوده تا حالا واکنشی نشون ندادن. میدونیم که ایران همکاری‌هاش با آژانس رو هم اونطور که توافق کرده بود در ماه مارس با آقای گروسی انجام نداده و آقای گروسی هم نگرانی خودش رو در این زمینه که همکاری ها با آژانس کامل نیست داره ارائه میده. بنابراین توافق بین ایران و آمریکا انجام بشه یا نشه، اتحادیه اروپا نگران به خصوص در مورد روسیه، پهپادها و همینطور موشک بالستیک که در آینده شاید ایران در اختیار روسیه بذاره. آقای این که در این بره تصمیم بگیرن کشورهای اروپایی برای اینکه برجام رو نقض بکنن، دقیقاً معنیش چه میتونه باشه؟ چون حالا صحبت از این بود که بحث سر برجام نیست، یک تفاهم دیگری در راه، ایرانی‌ها هرچند میگفتن که نه، صحبت ما همچنان سر برجامه. من فهم میکنم این بیشتر ارتباط داره با جنگ اوکراین تا مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی. البته اینا با هم بی ربطن نیستن، ولی عملا برجامی واقعا وجود نداره. ولی خطری که بیشتر غربی ها احساس میکنن اون مسئله جنگ اوکراین هست. این ترویکای اروپایی یا 3 قدرت اروپایی مشخصا بریتانیا، فرانسه و آلمان، از بیم اون که جمهوری اسلامی مبادا با اتمام محدودیت های برجامی در رابطه با برنامه موشک های بالستیکش در 18 اکتبر، یعنی دقیقاً 108 روز دیگه، به روسیه موشک‌های بالستیک هم بفرسته برای استفاده از جنگ اوکراین، دارن از الان سعی میکنن که ایجاد بازدارندگی بکنن. ولی به نظر من نکته بسیار مهم این هستش که این قدرت‌های اروپایی همین الان هم میتونن و حتی قبل‌تر هم میتونستن مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی فعال بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پهباد فرستاده بود برای روسیه در جنگ اوکراین، به خاطر اینکه برنامه اتمی خودشون موارد در واقع برجام رو نقض کرده بود در رابطه با برنامه اتمی، ولی به هر دلیلی دست نگه داشتن و به نظرم نمی‌رسه که فعلا بخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. به خاطر همین اکتفا میکنن به تمدید این تحریم‌ها در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک. فکر می‌کنین که واکنش تهران چه خواهد بود؟ چیزی که باش کنار بیاد؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد در اگر این در واقع تمدید تحریم‌ها در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک انجام بشه. مثلا میتونن همکاری‌هاشون رو با آژانس کاهش بدن، تشدید تنش منطقه‌ای بکنن دوباره، یا حتی اینکه همکاری خودشون رو با روسیه گسترش بدن. ولی به نظر من این خطر یا این تهدیدی که واقعا در رابطه با جنگ اوکراین وجود داره نسبت به این برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بسیار جدی هستش، چون عملاً گفتم توی خود قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل یک سندی وجود داره به شماره S/2015/546 که طبق کاتگوری 2 آیتم 19ش هر گونه ارسال موشک‌های بالستیک و پهپادهای با برد بیش از 300 کیلومتر نقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت هستش. و طبق گزارش مؤسسه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از ژوئیه 2015 از حدود 7-8 سال پیش تا الان جمهوری اسلامی بیش از 30 بار موشک‌های بالستیکی که طراحی شده برای حمله کلک‌های هسته‌ای رو تست کرده. بنابراین تمام بهانه‌ها و ادله وجود داره برای قدرت اروپایی که بخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. ولی فکر می‌کنم به خاطر اینکه واکنش‌های خیلی خطرناک جمهوری اسلامی رو در نظر می‌گیرن، اکتفا می‌کنن فعلا به این مسئله تمدید محدودیت‌ها در رابطه برای موشک‌های بالستیک. ولی اگر جمهوری اسلامی نفرسته این موشک‌های بالستیک رو به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، این خودش میتونه به نوعی اون مسئله توافق یا تفاهم بین غرب و تهران رو حتی هموار بکنه. سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین‌الملل و امور استراتژیک، و همچنین همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.